عضویت زنان در کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی و کمیسیون های ولایتی، کمیته گزینش سهم 25 درصدی زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها مواردی هستند که قرار است از سوی کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد گردد. اعضای این کمیسیون که برای جمع‌آوری نظریات فعالان زن روز دوشنبه در کابل گرد هم آمده بودند، با ابراز این مطلب گفتند که برای گسترش سهم زنان در نظام انتخاباتی افغانستان تلاش می‌کنند. دکتر عالمه، یک عضو این کمیسیون، می‌گوید که در پیشنهاداتشان روی سهم 25 درصدی زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها تاکید کردند. عضویت یک زن از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کمیته گزینش، کمیسیون مرکزی شکایات که باید 15 تن پیشنهاد بکنند بر رئیس جمهور، این ترکیب مشارکت قومی و جنسیتی تذکر پیدا کرده. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که قرار است کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا 3 هفته دیگر بسته دوم پیشنهاداتش را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی بر رئیس جمهور ارائه کنند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان به هدف ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی ایجاد شده، اولین بسته پیشنهادی خود را حدود 3 ماه قبل به حکومت ارائه کرد و رئیس جمهور نیز با صدور یک فرمان 7 ماده آن را تایید کرد. در بسته دومی این کمیسیون قرار است تغییر نام کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی، کاهش مصارف انتخاباتی و گسترش سهم زنان در نظام انتخاباتی افغانستان پیشنهاد گردد. فعالان حقوق زن از این پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی استقبال کردند، میگویند که خواستهای آنان از قبل در این بسته گنجانیده شده است. یک تن از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: پیشنهادات را که کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی تهیه کرده در قسمت ازدیاد حضور زنها در شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها ما یعنی کاملا نمایت میکنیم و بسیار اظهار خوشی میکنیم. مسئولان کمیسیون خاص اصلاح انتخاباتی ابراز امیدواری میکنند که رئیس جمهور پیشنهادات کنونی آنان را نیز مورد تایید قرار دهد تا در برگزاری و پروسه انتخابات بهبود وارد گردد. چون یک امر مهم